بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت یکایک شما عزیزان و خوبان و همراهان همیشگی شبکه امام حسین علیه السلام، این دانشگاهی فراتر از کهکشان. امیدوارم هر کجای این جهان پهناور که هستید سر و حال و خوش باشید و آماده باشید تا با یکی دیگه از برنامه های سرزمین عشق مهمون خونه های شما باشیم از کربلای معلا و در حقیقت فضای بین الحرمین و حرم آقا امام حسین و آقا ابوالفضل عباس علیه السلام رو در این اولین روز از ماه شعبان بیاریم به خونه هاتون. خوشا به سعادتتون از اینکه دیدن گنبد و بارگاه آقا امام حسین علیه السلام رو برای این ساعت خودتون انتخاب کردید و به صورت زنده هم معارف اهل بیت رو دریافت میکنید، هم نگاهتون میفته به گنبد آقای امام حسین و آقا ابوالفضل عباس علیه السلام و دلتون رو میفرستید کربلا، جلوتر از حضور فیزیکیتون و جلوتر از جسمتون تا زیارت بکنه. ما هم اینجا انشاءالله نایب زیاره شما خوبان و عزیزان هستیم. واقعا جاتون خالی. یواش یواش وارد اعیاد شعبانیه میشیم در این سرزمین مقدس و خدا رو شاهد میگیرم، خدا رو گواه میگیرم چقدر دوست دارم تک تک شما خوبان رو، تک تک شما عزیزان رو اینجا در کربلا ببینم و زیارت بکنم. نه فقط من، همه عزیزانی که واقعا در شبکه امام حسین علیه السلام کار میکنند از تمام وجود، با تمام وجود خوشحال میشن از اینکه میبینن بینندگان شبکه امام حسین علیه السلام میان و به ما سر میزنن، در کربلا زائر آقای امام حسین میشن و هیچ شرفی، هیچ افتخاری بالاتر از زیارت آقای امام حسین علیه السلام با معرفت نیست، چرا که بهشت برین خدای عزوجل رو شخص از آن خودش میکنه با این زیارت با معرفت انشاءالله. بعد از این عرض سلام و ادب و تبریک خدمت شما اجازه بفرمایید یک عرض سلام و ادب و تبریکی هم داشته باشم خدمت کارشناس عزیز و ارجمند برنامه جناب آقای مهندس مهدی حاج زمانی که حقیقتاً و بالانصاف در این شبها با توجه به اینکه بحث دعا بحث شناخته شده است عموما بین شیعیان، خب یعنی همه مون به نحوی با دعا آشنا هستیم، یعنی که در مغز دعا وارد بشیم، در معانی دعا خورد بشیم و دعاهایی رو که تأثیرات بسیار میتونه در زندگی ما داشته باشه به صورت گلچین شده از این باغ پر از گل در حقیقت بشنویم از زبان کسی که سالیان سال در این زمینه کار کرده و تجربه کسب کرده، این توفیقی الهی است. حقیقتاً چیزی غیر از این نمیتونم برش اسم بگذارم، توفیق الهی است که خدا اون رو هم بازم به هر کسی نمیده. ببینید در خودتون چی کار کردید، چه خواسته ای از خدا داشتید که خدا توفیق داده بیننده این برنامه باشید و این مطالب و معارف رو دریافت کنید. من که خودم به نوبه خودم واقعا خدا رو شاکرم از اینکه به من توفیق داد تا در این سلسله مباحث به عنوان نوکری از نوکرای آقای امام حسین علیه السلام در خدمت این استاد بزرگوار باشم و استفاده بکنم از بیانات ایشون. آقای مهندس عرض سلام و ادب من رو پذیرا باشه و تبریک عرض میکنم حلول ماه شعبان رو خدمت شما. سلام علیکم و رحمت الله و سلام الله علی رسوله و ائمه المعصومین و علی انبیاء الله و المرسلین و سلام الله علی سیدنا و مولانا صاحب العصر و الزمان، ارواحنا لتراب مقدمی فدا و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم بحق فاطمة و ابیها و بعلها و بنیها اجل لمولانا الفرج و اغب حوائج مولانا المهدی فوق رغبته. اللهم جعلنا من انصاری و اوانه بفضلک و کرمک و به حرمت کتابک و نبیک اهل بیته. اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا. اللهم وفقنا لما تحب و ترضى. سلام عرض ادب دارم خدمت تمامی از بینندگان عزیز که توفیق داشتم در این چند شب به گفتگویی که در مباحث زیبای دعا از کلام الله و کلام معصومین علیهم السلام که خود من هم بسیار منتفع شدم با آنچه که بیان شد و زیبایی، اگر مجلس را میبینید به خاطر زیبایی کلام الله و زیبایی و شیرینی و حلاوت کلام معصومین علیهم السلام است و الا ما از خود چیزی نداریم، این همه آوازها از شه بود نه از این
غلام روسیه بود. خدا عزتون ان شاء الله که خدا از شما هم قبول بکنه. بالاخره تلاش کردید، زحمتی کشید، این مطالب رو جمع آوری کردید و دسته‌بندی کردید و در یک جلسه، یک کلاس تقریبا 10-12 جلسه‌ای این مطالب رو خدمت بینندگان ارائه کردید. ان شاء الله که خدا توفیق روز افزون به شما بده. اجازه بفرمایید عرض سلامی بکنیم خدمت آقای امام حسین علیه السلام و آقا ابوالفضل العباس علیه السلام و به برکت این سلام و به نیابت از همه بینندگان بعد از سلام وارد بحث بشیم. بفرمایید شما. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، آقا و سرور ما، مولا و تاج سر ما. حلول ماه شعبان رو خدمت شما تبریک عرض میکنم. آقا مولای من، سرور من، تاج سر همه مؤمنین و مؤمنات، ای کشتی نجات، ای مسیر هدایت، ای کسی که در راه خدا همه وجودت رو و همه دار و ندارت رو و خانوادت رو نثار کردی تا به ما بیاموزی که چگونه باید در راه خدا خالص بود. تبریک عرض میکنم خدمت شما آقای من، سرور من، حلول ماه شعبان و میلاد بابرکت شما رو به نیابت از همه اون عزیزانی که الان شاهد گنبد و بارگاه نورانی و منور و طلایی شما هستن، با اجازه شما و اجازه ملائکه مقرب الهی و اجازه همه کسانی که گرداگرد حریم قدسی شما به ارتباط با خدا و در حقیقت آوردن پیام خدا به سمت زمین و بردن پیام زمینیان به سمت بالا کار میکنن، با اجازه همه این ملائکه من سلام عرض میکنم به نیابت از همه بینندگان خدمت شما. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن فاطمه الزهراء، السلام علیک و علی الارواح التي حلت بفنائک، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. آقا ابوالفضل العباس، أي قمر منير بني هاشم، أي کسی که به حق و انصاف هر وقت گنبد و بارگاه ملکوتی شما و اون گلدسته های طلایی حرم منورتون رو میبینیم، چیزی جز وفا و صمیمیت و احترام و ادب در مقابل آقا امام حسین علیه السلام چیزی دیگه ای نمیبینیم. ای تندیس ادب، ای کسی که ادب باید از شما چیز یاد بگیره، شما به ادب افتخار دادید. آقا ابوالفضل العباس علیه السلام، تبریک عرض میکنم این ماه مبارک رو، حلول این ماه مبارک رو، و از خدا میخوام من و تمامی عزیزان بینندهی که دارن الان این برنامه رو میبینن و سلام رو همراه ما هستن که من به نیابت اونها سلام میدم خدمت شما، دعا میکنم از همین جا که انشالله در دنیا و آخرت، در دنیا زیارت شما و در آخرت شفاعت شما انشالله نصیبشون بشه. ای باب الحوائج، دستمون رو بگیر. السلام علیک یا قمر بنی هاشم، السلام علیک یا ساقی عطاشا کربلا، السلام علیک یا حامل لواء الحسین، السلام علیک یا ابوالفضل العباس ابن أمير المؤمنين، أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والحسن والحسين، السلام عليك وعلى أمك أم البنين وعلى إخوتك المستشهدين بين يدي أبا عبد الله الحسين عليه السلام. چه حال خوشی داره وقتی که آدم کنار حرم آقای امام حسین ببینه این گنبد و بارگاه طلایی رو و سلام بده، و چه حال خوشی داره وقتی به نیابت از بینندگان عزیز این کار رو میکنیم. جاتون خالی انشالله که همه شما مشرف بشید کربلا، هرچند ما نایب زیاره شما هستیم و به دیده منت این کار رو هم انجام میدیم با کمال میل و افتخار و رغبت، ولیکن خیلی دوست داریم تک تک شما عزیزان رو
شاهد باشیم حضورتون رو در کربلای معلا و اون عشق بازی دلها با حرم آقای امام حسین علیه السلام و با این مکان مقدس. حقیقتاً خود دیدنش صفایی داره. انشالله که خدا توفیق بکنه در این ماه مبارک و ابتدای ماه شعبان به همه شما عزیزان که انشالله در این ماه مشرف بشید کربلا و از این ایام پربرکت و اعیاد شعبانی انشالله بهره ای بجویید در کربلای معلا. با عرض این مقدمه و سلام خدمت آقای امام حسین علیه السلام و استعانت از خدای عزوجل و کسب اجازه از سرور و سالارمون آقای امام حسین علیه السلام و برادرش آقا ابوالفضل عباس علیه السلام، انشالله جلسه امشب رو شروع میکنیم و همطور که دیشب قول دادیم خدمت شما انشاءالله راجع به بحث استجابت دعا صحبت خواهیم کرد. تمام مطالب راجع به دعا تقریبا، هم که میگم تمام یعنی مطالب بسیاری راجع به دعا صحبت شد، انواع دعاهای مأثور بیان شد، دعاهایی که بسیار خاص هستن مثل دعای مشلول، دعای کنوز العرش، دعای یا من ازهر الجمیل و ستر القبیل و الی آخر، این دعاهایی که هر کدومش به نحوی میتونه گره‌های بسیار زیادی را از زندگی انسان‌ها باز بکنه و دعا خودش داستان مفصلی داره. من در مقامی نیستم که بخوام تمام این مطالب رو باز کنم وقتی که در مقابلم استادی همچون آقای مهندس حاج زمانی هست، ولی کن اجازه بدید امشب رو بپردازیم به بحث استجابت دعا که آیا هر دعایی که میکنیم مستجاب میشه یا خیر، و اگر دعا مستجاب میشه از کجا بفهمیم و اگر مستجاب نمیشه چه کار باید بکنیم و مطالبی از این دست که انشاءالله در ادامه بحث حتما به اونها خواهیم پرداخت. اما من در خدمتتون هستیم. باب استجابت دعا و مسئله استجابت دعا به چه گونه هست؟ خداوند در قرآن میفرماید ادعونی استجب لکم. چگونه است که ما دعا میکنیم و میبینیم مستجاب نمیشد؟ آیا ما اشتباه میبینیم؟ آیا استجاب میشود و ما گونه دیگر میبینیم؟ و این مسئله را اگر باز بفهمید امشب من ممنون میشم. در خدمت هستم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من همزات الشیاطین و اعوذ بالله من ان یحذرون. در رابطه با بحث استجابت دعا که تصریح آیه هست که بندگان من مرا بخوانید و تا من شما را استجابت کنم، امر به دعا از سوی خدا بر ما شده و از اون طرف وعده به استجابت هم از سوی خدا شده. پس در این که خدا تخلف در وعدهش نمی کند شکی نیست. شرط رو هم دعا گذاشته و حتی غیر دعا هم خدا یه متعال گاهی به فضل و کرمش ولو خدا را نخوانیم، حاجتی را که می داند ما داریم و او را نخوانده‌ایم عطا می کند. حتی کسانی که با خدا ارتباط ندارند و آنها حاجتی دارند، خدا به رحمانیتش به فضل و کرمش حاجت آنها را هم عطا می کند. اما در رابطه با این مسئله که اصلا استجابت که به معنای طلب جوابه، یعنی من شما را می خونم، استجابت از شما میخوام، استجابت هم اینه که من به شما سلام میگم، شما میگه علیک السلام. درست. من شما رو صدا میزنم، شما در جواب بفرمایید که بله چی میفرمایید، چی میخواهی. و هنگامی که از شما چیزی میخواهم این هست که شما در واقع اون چیزی که من از شما میخواهم رو با توجه به شرایط شما، من این طلب رو کردم و میدانم و میتوانید شما بدهید و من چیز نامناسبی از شما نخواستم، مثل مثلا اگر من از شما مثلا یه مقدار کمی پول قرض بخوام، اما یه وقت یه مقدار رقم بسیار بالایی با توجه به توانایی شما بخواهم، کار مهملی کردم، چون میدانم شما نمیتوانید این مقدار رو به من عطا کنید. یا چیزی از شما اگر بخواهم که در نه تنها توان شما نیست بلکه غلطه اصلا خواستنش از شما، مثل حالا شما فکر مثل چی مثلا که من از شما نه تنها میدانم تواناییشو ندارید بلکه اصلا غلطه که من از شما همچین چیزی رو بخواهم، مثل اینکه شما عمر اضافه به من بده، مثلا شما از عمر خودت کم کن به من بده، نه در تواناییتونه و این سوال منم اصلا سوال بی خودیه که دارم میپرسم.
این که من رو شما به آسمان بفرست نه در تواناییتونه و هم سوال من سوال بیموردیه. دقیق میفرمین. خب حالا با توجه مسئله ما داریم با خدایی صحبت میکنیم که اون خدا ان الله علی کل شیء قدیره. خب این خدایی که ان الله علی کل شیء قدیر هست به ما امر کرده که من را بخوانید. ما وظیفه داریم که او را بخوانیم، اما از اون طرف فرموده اگر میخواهید که دعا به استجابت برسد موانع استجابت دعا رو برطرف کن. اینو ما دقت ندیم اول تا بعد بریم تو خود بحث استجابت. بله. این موانع چیه که به ما گفته شده که اللهم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء؟ این که تحبس الدعاء یعنی چی؟ این استجابت نمیشه دیگه. یعنی دعا اصلا از در حقیقت اون فضایی که من درستم بالا نمیره که بخواد. همین به عرف خودم دیدیم میگن از سقف دانش بالا نمیره. همینه. به همون. آره همینه. و اصلا خدا تو بعض دعا هم هست که خدای نکنه لعل شاید ان لا تحب تسمع دعایی. خدا شاید اصلا دوست نداری صدای منو بشنوی، دعای منو بشنوی. میشه که خدا دعای سری بنده ها رو حبس کنه و نخواهد بداند اینا دعا چی میکنه. مثلا بشنوی یعنی منظور توجه نکنه. بدانت همون این چون در منظور توجه نمیکنه خدا. عرض به حضور شما میشه بله. اینها یک سری گناهانی است که این گناهان باعث میشه مانع از استجابت دعای من بشه. و گناهان گفتن از کوچکترین تا بزرگترینشو حواستون رو جمع کنید، حتی گناهان کوچک ده. که خدای گناه بزرگ خدای گناه کوچک هست و گناه به یک عبارتی اصلا شاید کوچک بزرگ نداره. گناه خدا گناه بزرگه چون خدا الله اکبر من یوسفه. دقت میفرمید توهین به در واقع خدا چه کوچکه چه بزرگش بیادبی بزرگیست. لذا گفتن از گناهان کوچک بترسید که اون گناهان کوچک به عدلش خدا رفتار کنه نه تنها مانع استجابت دعا میشه بلکه شما را از رحمت خدا به دور میکنه و از چشم خدا میاندازه. پناه لذا گفته شده سریع استغفار کنید، توبه کنید واقعا و پناه به خدا ببرید از شیطان و نفستون به خدای متعال. گناهان طوریست که گاهی اوقات ما رو به غفلت میبره. برای همینم برای استجابت دعا گفتن یا در قنوت نماز عرض کردم میخواییم بخونیم استغفار کنید. شخصی به امام هادی علیه السلام از شیعان عرض کرد یه ذکری به ما از شیعانتون یاد بدید که خیلی به درد ما در دنیا آخرت بخوره. حضرت فرمود الزمو به استغفار، الزمو به استغفار. ما تو نمازامون در طول روز باید به بناهای مختلف واقعا از خدا طلب غفران، بخشش و رحمت و جبران بخواییم. یکی پس چی شد؟ گناهان شد. این گناهان هم دو دستن. گاهی قاد گناهان محسوسه، گاهی قاد گناهان نامحسوسه. یعنی چی؟ یعنی اون که مثلا متوجه نیستم، اصلا متوجه نیستم گناه کردم و الان دارم چوب میخورم و به خاطر همون ها دعا محجوب میشه و در حقیقت بالا نمیره. بله بحث مشکلی هستش. یکی از دوستان من مشکلی که کرد تو زندگیش و رفت خدمت یکی از اولیای الهی که حالا اسم ببرم برادر آقای آیت الله سیستانی که از دنیا رفتن. ایشون خیلی شخص عجیبی بودن. ایشون عرض حضور آسد محمود سیستانی، عرض حضورشون برادر آقای سیستانی سلام الله، حضرت آیت الله سیستانی حفظه الله. ایشون عجیب بود، یعنی به طوری که مثلا به شما بگم فرزند ایشون خودش تعریف میکرد. گفت من در سن نوجوانی رفتم حرم امام رضا علیه السلام، به امام رضا علیه السلام گفتم یه دوچرخه میخوام، به بابام میگم نمیخره، شما یه لطفی کن به من دوچرخه بده. خودش تعریف میکرد. که بعدم بزرگ شده بود. همین شخصی که پسر این شخص تعریف میکرد برای دوست، برای ما دوست. بعد میگم اومدم خونه پدرم، این آیت الله سید محمود سیستانی مجتهدی سیستانی،
میگه تا رسیدم سلام علیک کردم، پدرم گفت برای یه دوچرخه رفته پیش امام رضا علیه السلام، شکایت منه کردی، خب به من میگفتی دیگه، زشت آبروی منو پیش حضرت میبرید. اینطور اشراف داشت ایشون، عجیب بود ایشون، خیلی عجیب بود. بعد این دوست ما مشکل پیدا کرده بود تو کاراش، دعاش مستجاب نمیشه، گیر داره تو کار. بعد رفته بود خدمت ایشون، گفته بود که من چی مشکلی دارم. ایشون گفته بود که شما دل یه شخصی رو چندین سال پیش اینطوری شکستی و او آه میکشه و به خاطر اون آه دعای تو و کارای تو پیچ میخوره. بعد او رو یه جور رازش کنی، خوب دقت کنید. در حالی که این دوست ما خیلی تقصیر نداشته ها، حالا من به شما بگم مثلا چی بوده، شاید یا بیننده های ما مثلا تعجب بکنن، ولی خب اوقات میشه دیگه اینطوری. من رو عرض کنم چی بود. با اون این بود که ایشون چون شخص بسیار خوب و مؤمنی بود، دختر خانومی تو اقوام از ایشون خوشش اومده بود. و اون دختر خانوم مؤمنی بود و پدرش رو دست داده بود. از طریق دایی خودش برعکس خواستگاری کرد از ایشون، اقدام کرد که این آقا پسر بیاد به خواستگارش و در حقیقت آره. وسط صورت بگیره. آره خوب. چون ما تو اسلام راحت میگم اتفاقا درستش هم همینه، یعنی ما در اسلام دیگه از خدیجه سلام علیها بله. از پیامبر خوششون اومد، موسی و دختران بله بله. از شعیب بله بله. داریم در خود نه اونجا حالا دو تا دختر رو مخیر شد جناب موسی علیه السلام، ولی خودشون پیشنهاد انتخاب کنه، ولی به پدر پیشنهاد دادن بله. یا ابت استاجل بله 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 استاجل بعد عجله هم خلاص عجله هم خلاص خیر من استاجل چون مورد بسیار خوبی از دست میدی خلاصه بله درست شب عیدم هست و بله واقعا خیلی خوشحال نگه کردن از اون بله همین طور، یعنی ما توی قوانین شرعی اسلامی و همچنین دستورات ائمه بد نیست که دختر خانمی از آقا پسری خواستگاری کنه یا خانمی از آقای خواستگاری کنه، ولی به موازینش بره. بله قطعا، یعنی این متاسفانه تو عرف ما بده، متاسفانه به خاطر جهالت هامونه. و الا این دختر خانمی که آقا پسر دل داره خوشش میاد میره خواستگاری میکنه، دختر خانم دل نداره نهایت بپسنده. خیلی راحت میخوام بگم ما خیلی چیزا هست که تو عرفمون متاسفانه علکی دست و بال خودمون رو بستیم، در حالی که در شهر اصلا ما این مطالب نداریم. یکیش مسئله جهیزیه بله. است، یکی مسئله مهریه بالاست، یکی مسئله همین خواستگاری، الا پسر بعد از دختر خواستگاری بکنه و نمونه های از این دست که واقعا متاسفانه تو عرف جاهلانه ما اگه دختر خانومی از آقا پسر خوشش بیاد بعد به پدرش بگه که یا برادرش بگه که شما برید مثلا با فلان پسر صحبت کنید، اگه مایلی بیاد برای خواستگاری که انه افت برای این دختر خانم یا خانواده او، و این متاسفانه دلیل بر جهالت و نفهمیه. عذر میخوام خیلی بی‌تاره که اینطور آره راحت عرض کنه و هیچ دلیل بر این نیست که دختر خانومی داره یا مشکلی داره تو با دخترم برای من خواستگاری کنیم، برعکس متاسفانه بله. تو عرف مذهبی های ما همین مسئله، مثل این مسئله که یه دفعه تون بگم، حالا ایام سرور آره یه شب تو مسجد وایستاده بودم، اومدم برم دیدم یه آقایی به پرده میزنه میگه حسن بیا. گفتم که پسرتون اون پشت گنخر مادرش هستش. گفتم چرا میگه حسن؟ خب حسن که تو نه. گفتش که خیلی خب مادر حسن بیا. گفتم خب چرا اسمشون رو صدا نمیزنی؟ خانم فلانی بیا، یا حتی اسمش رو صدا بزن، مثلا نرگس خانم، زهرا خانم، فاطمه خانم، من اینجام، تشریف بیاری. گفت آقا اشکال داره بی غیرتیه. گفتم آقا بی غیرتی یعنی چی؟ حرفا یعنی چی؟ یعنی یه چیزایی رو ما برداشتیم برای خودمون قداست درست کردیم. گفتم ببخشید پیامبر چقدر از زهرا صدا میزه یا فاطمه ازتون منی گفته نگفت کلن... ابنتی یا مثلا ام حسین یا ام حسن مثلا بزن یا امیرالمومنین یا فاطمه صدا میزدن بله. بله همینطور یا حضرت زینب رو صدا میز سلام این قداستا رو شما کجا آوردین که مثلا اسم کوچیک دخترتون رو مثلا تو کارت عروسی نمینویسین که انه خیلی بی غیرتیه، خیلی خلاصه بی دینیه. همه اینا در اصل جهالته متاسفانه، چون متاسفانه بعضی وقتا از این ور پشتمون میفته، اینا رو خیلی رعایت میکنه، بعد از اون ور میبینه خدای نکرده چیزهای دیگه رو توجه نمیکنه، مثلا دختر خانمش چه برنامه هایی رو مثلا پیگیری میکنه، چه با چه کسایی رفت آمد میکنه، اینا رو توجه نمیکنه، ولی از این طرف این مسائل رو مثلا بله خیلی حساس. بعد به اون آقا گفتم خدا رحم کرد که مثلا اسم پسرت محمد سیبیل نیست، چون من صدا میزدیم محمد سیبیل بیا سیبیل.
بله. بعد خندید دیگه، گفتم آقا درست نیست آخه، این چه برخوردیه؟ شما هم تحقیر میکنی همسرتو، هم دین رو علکی داری شما. واقعا در دین نیست. بله. بعد این دوست ما خلاصه دختر خانم ایشون خواستگاری کرده بود توسط داییش. و ایشون گفت دختر خوبی بود و من اشتباه کردم، به هر دلیل قبول نکردم. این آقا پسر میگفت. خب دوست من، دوست شما. بله. فوت کرد، ایشون فوت کرد. خدا بیامرزدش. و میگه به خاطر اینکه من بی مورد ایراد گرفتم و رد کردم. و رد کردم، دل او شکست. آه هنوز میکشه گاهی اوقات کار من پیچ میخوره. الله اکبر. و دعاهام گیر میکنه. دقت میفهمید؟ مسئله اینقدر دقیق هستش. آره یعنی ما باید خیلی حواسمون رو جمع کنیم که خلاصه حواسمون نیست که نامحسوس دل یک کسی رو میشکنیم. مثلا من یه وقت سر کلاس درسم با یک از شاگردانم شوخی میکنم، من میخندم، ولی اون دلش میشکنه. اون دلش میشکنه و من حواسم نیست که ای وای من چه کار زشتی کردم، مثلا چرا این، مثلا حتی بی ادبی نبوده باشه، ولی خب به هر حال باید خیلی حواسمون رو جمع کنیم که دنیا نیرزد که خلاصه پریشان کنی دلی. و از این طرف از این گناهان نامحسوس ما ها داریم که حواسمون نیست که گناه کردیم، اشتباهو کردیم، یه حرفی زدیم و دلی را شکستیم، یا باعث ضرری شدیم، یا اینکه عرض به حضور شما که یه وصلتی به هم خورده به خاطر اینکه من بد یا نامناسب تعریف کردم. مثلا یه دختر خانومی که دختر خوبی بوده، حالا اومدن از من بپرسن این چه جور دختری هست، گفتم که از من مثلا نپرسید، یه جوری گفتم که طرف انگار خیلی کده من قبولش ندارم که مثلا از من نپرسید، بنده معذورم از گفتن چی مثلا حرف زدم توی این مورد، در حالی که من میگم ببخشید مثلا من نمیدونم، آشنایی ندارم بر فرض. ای بابا چی بگم؟ لذا اینها گاهی اوقات طرز صحبت کردن ها برداشت های غلط میشه، برداشت های غلط تاوان های بزرگی داره و این باعث میشه که دعاهای ما مستجاب نشه. دقت فرمودی؟ گاهی اوقات شخص اومده خدمت امیر المؤمنان علی السلام عرض کرده یا امیرالمؤمنین من دعا مستجاب نمیشه. حضرت فرمودن که تو در استغفار میکنی؟ بله. حضرت فرمودن حمد خدا رو میکنی؟ بله. حضرت فرمودن که صدقه میدی؟ بله. حضرت فرمودن که آیا در نمازها یا در دعاها پدر مادر تو دعا میکنی؟ گفت نه یا امیرالمومنین. حضرت فرمودن همینجا داری چوب میخوری، پناه بر، چون پدر مادرتو دعا نمی کنی. تو وظیفه داری چه زنده باشن چه دنیا رفته باشن، جز دعاهای واجب برای خود دعا طلب پدر مادر مرحمت و مغفرت برای پدر مادرت باشه. اللهم اغفر لی و لوالدی و ارحمهما کما ربیانی صغیرا، ایزهما بالاحسان احسانا و به سیئات غفرانا. همین جای توصیه خدمت بینندگان عزیز کنم که حتما دعای 24 صحیفه سجادیه که در رابطه با پدر مادر هست رو حتما بخونید، دعای 24 و یکم دعای 39. دعای 39 خیلی دعای عجیبه در رابطه با ظلم ها و قصوراتی که ما به دیگران کردیم و دیگران به ما کردن. امام سجاد اصلا میفهمن چجوری ما برخورد کنیم. من چیزی نمیگم که شما بخونید، ولی میگم بسیار عالی است و مضامین عجیبی دارد. هم همین دعای 24 که در تو پدر مادر هست و هم دعای 39 که عرض کردم که عجیبه. اصلا صحیفه سجادیه قوقاییه در بحث دعا که متاسفانه زبور آل محمد علیه السلام و حتی تورات آل محمد علیه السلام و ما کمتر خلاصه با او مأنوسیم. و همینجا من خواهشم این هست که یه برنامه بریزید، شروع کنید یکی یک دعاهای صحیفه سجادیه رو خوندن، حالا بر اساس تیترایی که عرض به حضور شما تو فهرست دعاش هست شما شروع کنید و انتخاب کنید، بعد شروع کنید صلوات فرستادن برای امام سجاد علیه السلام
و از خدا بخواین لذت فهم دعا و اجابت دعا رو براتون قرار بده. به چه صورت بر امام سجاد صلوات بفرستن؟ همین صلوات هدیه کنید. آها هدیه کنید. هر بار میخوان شروع کنن یک صلواتی رو به روح مطهر امام سجاد علیه السلام و مادر پدر ایشون هدیه کنن. هدیه. نیت سلامتی و تعجیل در ظهور امام اثر و فدا. حالا بیشتر هم فرستادن چه بهتر. بعد شروع کنن. اولین توصیه من اینه که یک بار دعا رو به صورت روزنامه‌ای بخونید. از رو بخونید. اصلا بخونید در رو، بعد معنیش هم ببینید چیه. روزنامه خوبه بخونید و ببینید معنی چی شده، چه چیزی رو حضرت انشاء کردن. بعدی که با دعا آشنا شدید، یعنی متن رو تقریبا دستتون اومد، حالا دعا رو بخونید. و بهتر این که در اینترنت سرچ کنید دعاهای سیف سجادیا رو افرادی با صوت زیبا خوندن و ترجمه هم کردن، گوش کنید. برای اینکه خسته نشین، دعا معمولا 4-5 صفحه است، بیشتر نیست. برای اینکه خسته نشین، تا اون جایی که فرمودن لذت میبری از دعا، دعا بخون. اون جایی که دیگه حواست پرت میشه، لذت نمیبری، حریص نیستی، ولع نداری، توجه نداری، قطع کن دیگه. قطع کن، اب نداره، همون اندازه. خب پس یکی دیگر از اون چیزهایی که باعث مانع استجابت دعا میشه که دعا برای پدر مادر و ذوی الحقوقانت نکنی. خدا خیلی به این اهمیت قائل میشه. یعنی کسی ناشکر و ناسپاس باشه، خدا بدش میاد از عبد کفور. من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. خیلی مهمه این تو این زمینه. خدا دوست داره این کارو بکنه. بله. به قد فرمودید ولو پدر مادرش کافر باشن، شخص دعا کن برای هدایتشون و تشکر کنه بابت زحماتی که پدر مادر کافر برش کشیدن و بدین وسیله بگه خدای بابت این زحماتشون اینها رو هدایت کن به ایمان و عاقبت به خیر کن. درست. دقت فرمودین. اینم نکته بعدی. دیگه از عدم استجابت دعا لقمه حرامه. که لقمه حرام که بسیار اثر داره، بسیار اثر داره در این که در بطن ما وقتی لقمه حرام قرار میگیرد، دعا استجابت نمیشود. قاتلین آقای امام حسین علیه السلام در روز عاشورا، آقای امام حسین علیه السلام هر چی خطابه میخونه بر اونها توجه نمیکنن و بعدش آقا میفرماید که شما توجه نمیکنید چون ملعت بطونکم من حرام، شکم های شما از حرام پر شد. یعنی کلام مستقیم ولی خدا رو توجه نمیکنه. حضرت اونها رو میخوند دیگه، دعا میخوندشون و به سوی خدا میخوندشون. لسان الله هم هستن، نمیشنیدن یا میشنیدن توجه نمیکردن یا اصلا تأثیر نمیکرد. برای همین حضرت فرمود ملعت بطونکم من الحرام، چون بطنهای شما از حرام پر شده، گوش دلتان کر شده، چشم دلتان کور شده، زبان دلتان لال شده، سمون بکمون اومی فهم لایر جمعانید. پس یکی دیگه از اون مسائل لقمه حرامه که عجیبه و به دست آوردنش در دوران غیبت صغرا و مخصوصا در دورانی که ما هستیم فرمودن از کبریت احمر سخت‌تر گاهی اوقات. لقمه حلال ولی لقمه حرام به راحتی به دست. بله. شیطان هم کمک میکنه. بله. و انسان هم تن میده و یه مقدارم گاهی اوقات این رو تزیینش میکنن و لقمه حرام رو میخورند. اگه چشم برزخی کسی رو خدا باز کنه، میبینی که دارن خون چرک میخورن. اصلا تعبیر اینه. بله. که خون رو چرک میخورن و روحشون رو به کثافت میکشونن. وقتی روح به چرک و کثافت عادت کرد، دیگه دعا اصلا دیگه اونچنان اصلا حال دعا نداره. و اگر دعا میخواند دعا نیست دیگه. دقت فرمودید. پس یکی دیگه از اون نکاتی که در واقع مانع استجابت دعا میشه لقمه حرام هست و عدم دقت در این مسئله. خب حالا با توجه این مسائلی که حالا در روایات ما فرمودن که اینا عواملی است که استجابت دعا رو هی عقب میاندازه، مثل این که خدا در روایت هست حاجت مؤمنی رو استجابت میرسونه، بعد
او بلافاصله گناهی میکنه، توبه هم نمیکنه. در لحظه ای که خدا رو میخونه، خدا میده بهش، عطا میکنه، خیلی خوب، ملائکه من چون شرایطش رو فراهم بکنید تا اون به این دعا بزن. دیگه ملائکه الله عمال خدا هستن و به امر خدا برای اینکه حاجت اون بنده به استجابت برسه و مهیا میکنن شرایطو. بعد امام صادق علیه السلام فرمودن خدا میاد ندا از سوی خدا، رهاش کنید، استجابت نکنید، دوباره گناه کرد و باب استجابت و رحمت بر خودش بست. دقت میفرمید؟ خیلی عجیبه تو این وادی که به ما اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه. همه ما به نحوی چون معصوم که نیستیم از این گناهان ناخواسته داریم و ممکنه این گناه ها باعث بسته شدن راه استجابت دعا برای ما باشه. استغفار کنیم بعد گناهان که من جمیع و استغفر الله الذی لا اله الا هو الحی القیوم. استغفار رو گفتم که امام صادق علیه السلام فرمودن کسی این استغفار رو بخونه تا 40 گناه کبیره او بخشیده میشه و اگر بیش از 40 گناه داشته باشه عرض به حضورتون در او خیری نیست در روز. ولذا من باید بگم استغفر الله الذی لا اله الا هو الحی القیوم بدیع السماوات والارض ذو الجلال والاکرام و اسأله ان یصلی علی محمد و آل محمد و ان یتوب علیه و استغفر الله من جمیع الذنوب والآثام. خدای من استغفار و طلب غفران می کنم از جمیع الذنوب و گناهانی که انجام دادم. خدایا استغفار می کنم من جمیع الذنوبی که می دانم و نمی دانم. اینی اعلم و اینی لا اعلم. خوب دقت بفرمایید. یا مثلا و تجاوز عن قبیح ما تعلم منی. خدایا بگذر از آنچه که از من میدانی از قبایح و ذنوب، چه آنی که من میدانم چه آنی که من نمیدانم، چه آنی که میدانستم و فراموشش کردم. دقت فرمودید؟ خدمت شما عرض شود که و این از اون نکات عجیبی است که در بحث استجابت دعا ما دقت نداریم. ما از خدا طلبکاری میکنیم. اما خدا چرا نمیدی؟ کنه خدا اونجا نشسته مثلا ببخشیم بلا تشبیه که خدا نشسته و منتظره که بنده امر کنم بعد بگه چشم استغفر. ما عبدیم، او خداست. یعنی باورم بشه ما گداییم، او خداست. ما وظیفمون چیه؟ طلبه، نه طلبکاری. اگه به قصد طلبکاری بری در خونه خدا با گردن کشی، اونم جز عدم استجابته. مثلا بی ادبی هم کردیم و آره، به جای اینکه بیام عذرخواهی کنیم، به جای اینکه بیام عذرخواهی کنیم از گناهانی که کردیم، عرض به حضور شما بگم حالا کردم که کردم، حالا شده. تو هم وظیفت بدی. مثل بچه‌ای که پررویی میکنه میگه به باباش طرز صحبت کردن مثلا به جای عذرخواهی میگه بابا میباید بدی، وظیفت این بی ادبیه. اما در بعضی از حالا حالت‌ها یا روایت‌ها یا اون در واقع داستان‌ها می‌شنویم که شخص اومده دعاش استجابت نشده و اومده با تندی یا مثلا با یه حالت در حقیقت غیر مؤدبانه مثلا با ولی خود یا با خود خدا تو خدا اگر به من نرسید دیگه من دیگه در خود نمیام، اصلا دیگه نمیام، یا حتی قهر بعد دعا و در واقع حاجت اون داده شده. اینها رو چطور میتونیم؟ آیا درسته یک چنین رفتار و روشی مذموم هست؟ اگر درسته خب ما چرا اجازه نداریم؟ اگر مذمومه پس چرا دعای اینها مستجاب میشه و حاجتشون رو میگیریم؟ خدای متعال با هر کسی متناسب با فهمش، معرفتش، عقلش و اتمام حجتی که بر او کرده برخورد میکنه. گفت تو حرم امام رضا علیه السلام نشسته بودم، به حضرت عرض کردم آقا این حاجت منو الان چند روز دارم میام به شما عرض میکنم، عطا کن. من مریضم به شدت، دکترام جوابم کردن، حالم هم هر روز داره بدتر میشه، از شما خواهش میکنم، از خدا بخواهی مستجاب شه من خوب بشم، ولی حال من داره هر روز بدتر میشه. تو همین حال هوا بودی که اومد بغل نسش تو هم وایساد و یا علی بن موسی رضا ممنون شما هستم که من همین دیروز اومدم حاجاتمو خواستم،
الحمدلله آقایی کردی رو دادید استجابت شد و تشکر کرد رفت. این دلش خیلی سوخت. خلاصه به حضرت عرض کرد این آخه به چند روز ما داریم میایم اینجا گردن کج کردیم حاجت میخواد. وقت این نرسیده بهش دادید و رفت. وقت ما اینطور خیلی دلش شکست. خلاصه اینه که دوستان ما که واسط هست واسه من داره از اون شخص نقل میکنه برای ما بود. شب همین بانارتی از حرم علی ابن موسی رضا علیه السلام رفت منزلش. بی ادبی هم نکرد ولی دلش گله کرد. ولی گله کرد. گفت تو خونه که هم نشسته بودم سلام دادم و گفتم این رسمش نیست. ایداده ولی خب گریهش هم گرفته. و همین توی این حالات ها بودم دیدم تو حرم مثلا انگار مکاشفه شد. تو حرم انگار علی ابن موسی رضا علیه السلام هم ولی ذریح نیست. خود حضرت تشریف دارن نشستن. سلام کردم و ازش جواب دادن. فرمودن که میدونیم مشکل چیه. اصلا قبل از که بیایی ما میدونیم. اونی که بهش دادیم رفت. اون چون درجه معرفتش پایین بود و صبرش کم بود. بهش دادیم که خلاصه اون یه ذره ایمان یشیدم دارد دست نه. از دست نه. اما تو درجه ایمانت خوبه. همین که تو میشینی با ما حرف میزنی درد دل میکنی ما دوست داریم. همونطور که خدا دوست داره بندهشان این تو روایت البته خدا دوست داره بندهش هایی باش حرف بزنه. چون یکی رو که دوست داری هی دوست داری به بهانه مختلف باش حرف بزنی دیگه. حالا اون کسی که نه خیلی دیگه چیز دیگه اینجور سنبل میکنه کارش رو میده بره. آقای مهندس درسته اینه اینطوری بگیم آخه یعنی یه جوری حالا نمیدونم این تعبیر علاف کردن اصلا طرف زعالت چون مثلا من دوستش دارم به ازای هر نشستن و گفتن مقامات میدم همون یک نفعی بازا به خود شخص میرسه. بله هی مقاماتش رو میبرم بالا. صبر و بلا داره و توجه میکنن بهش دعاش میکنن. هواش هم داری؟ بله اصلا شکی نیست. برای همین هم هست که خداست. اصلا کارهای خدا و حجت و خدا مثل من شما نیست. بله مثل بشر. ولی در این حال دوست دارن که اولیاشون بشینن باهاشون حرف. شما مثلا یه فرزندی داری یا یک شاگردی داری خیلی دوستش داری. دوست داری باش نیم ساعت یک ساعت یک ساعت اون حرف میزنه ها میگه متوجه شدی من چی گفتم همه حرف میگه بله شنیدم بگو بازم بعدم آخر بهش عطا میکنی. اینا دیگه تو باب محبت و معرفته. بعد حضرت جمله فرموده بودن حالا این شما مثال استاد رو زد من یه مطلبی عرض بگم دقیقا در همین مثال استاد اگر من بخوام در حقیقت حالا با تجربه مختصری که در بحث تدریس داشتم توی زمینه زبان انگلیسی واقعا این برای خود من تداعی شده که دوست دارم شاگرد تعریف بکنه چون این تعریف کردن خودش از آنچه که یاد گرفته باعث میشه خودش بهتر یاد بگیره و در حقیقت درس خودش قوی تر میشه و بعدش من اون جواب رو بهش میدم. یعنی این کارا شما مثال درسه یه وقت درد دله. من دارم میگم درد دل داره هی با شما حرف میزنه شما این سرت تکون میدی بعد دوباره میگی فردا بیا حالا ببینم با هم صحبت میکنیم بعد میگه بیا بریم با هم دیگه قدمی بزنیم. میگن جناب موسی علیه السلام با خدا که شروع کرد صحبت کردن گفت ما تلکه یا موسی بیاد چی داری تو دسته؟ قاله یه عصایه اتبکه و علیه ها و احوش رو به ها قنه خب بگو اصا دیگه برشید اینقدر طول داری خب با خدا حرف بزنه دیگه ولی فی ها معاره و اخرى معاره و اخرى هی میخواد با خدا صحبت کنه به راه دوست به هر حیله باید راهی جست. بعد از این جمله فرموده بودن که امام رضا علیه السلام هر کس به زیارت ما میاد این شامل همه ائمه است. امام رضا علیه السلام فرمود هر کس به زیارت هر کس نفرمودن شیعه قید عام نه آره هر کی هر کس چون اونجا به زیارت امام رضا علیه السلام سنی ها میان ارمنی ها میان مسیحی ها میان اصلا عرض تو حیات تو سهم هم عرض ادب میکنن سلام میکنن حاجتی که گرفت آره آره از آدم هر کسی عرض به حضور شما که شقی من خالفکم و سعد من والا کن حالا هر کسی به شما ادب ببرده هر کسی به شما پناه بیاره هر کسی به شما سلام کنه حضرت فرمودن هر کسی به زیارت ما میاد ما او رو دست خالی نمیفرستیم یا میفهمی یا نمیفهمی خوب دقت کنیم
به حرمت اینکه بلند شده اومده زیارت ما، دست خالی نمیفرستیم. ما دست خالی نمیفرستیمش. حالا یا میفهم یا نمیفهم اون چیزی که بهش عطا کرده. یعنی بحث استجابت دعا بعضی وقتاست که ما متوجه نمیشیم دعا مستجاب شده. من میخوام بگم که خدا جواب ما رو داده، ما تو متوجه نیستیم جواب ما رو داده و تازه بهتر اون چیزی که ما از خدا میخواستیم بهمون عطا کرده، فوق رحمت و حتی آنچه که عطا کرده بیشترش رو گذاشته تو قیام آخرت بده، که در روایت شخص وقتی نگاه میکنه دعاهش که تو دنیا بعضی خواسته هاش به استجابت نرسیده و در آخرت داره به استجابت میرسه، میگه کاش تمام دعاهام که تو دنیا تو مسائل دنیایی خواسته بودم کاش به استجابت نرسیده بود و در آخرت خدا با عرض قیامتی و معیار ذرائب قیامتی کاش به من عطا میکرد. پس استجابت گاهی اوقات اینجا شروع کنیم، میشود من نمیفهمم شده و بهترم چیزی که من خواستم به من عطا شده. بله. اگه موانع دعا رو بزنیم کنار، بله، حالا شروع میکنیم بحث استجابت رو. پس استجابت یعنی جواب میده، خدا میبینه، حجت خدا میبینه. یه مسئله هم هست، یعنی مخلص کلام اگر بخوایم به گونه‌ای بگیم که آدم نباید ناامید بشه. همین. باید همینطوری اصلا دامن. تو روایت هستش برای اینکه استجابت دعا برات بشه باید یک با معترف به ذنوب بری در خانه خدا، دو که استغفار هم بکنی، یقین و امید و رجا به اینکه خدا عطا میکنه، حسن ظن به خدا بشه. آره. یا به گفته روانشناس مثبت اندیش باشی. احسن. این که خلاصه نگاتیو نگاه نکن به قول شما که خدا منو نمیده، اصلا توجه نمیکنه، این همه میخونم اصلا تو منو میبینی، اصلا منفی نرو، بگو میبینی، عطا میکنی، اهل عطا و کریم هم هستی، دعام همینه دیگه. متهم به خوشخیالی نمیشه. شخصا من زیاد دارم سوال ها، چون ممکنه این سوالا اصلا بعد با حسن ظن بری در خونه خدا، ولو روسیاه‌ترین روسیاهی. خدا به حضرت موسی عرض حضور شما که اومد گفتش که یا موسی بندگانت و امتت او دعا کنه. بنی اسرائیل جمع کرد حضرت موسی علیه السلام، او دعا کنید یک باران رحمت بیاد، خیلی خوشسالی شده بود تو کنعان، و دو خدا از مواعید آسمانیش و ارزاقش برای ما روزی کنه. اینا دعا شروع کردن، دیدن آثاری از باران ظاهر نشد. نش. جناب موسی کلیم الله بود، رفت در درگاه خدا، گفت خدایا اینا دارن دعا میکنن، دارن میخوننت، بنده های تو سختی شیره. افتادن. گفت یا موسی یه نفر تو اون بنده هاست خیلی گناه منو کرده، خیلی و گناه های بد جوری فجیعی کرده، به قول من کبیره کبیره، اون تا میونه اون هست، من به خاطر اون نمیتونم دعاتون مستجاب نمیکنم. جناب موسی علی نبینا و علی السلام اومد گفت خدای من این گونه پیغام داده، ای بنی اسرائیل تو بین شما یه نفره، اسمش هم نگفت به من به. که خیلی گناه کردی و معصیت کردی، به خاطر اون یه نفره که این باران رحمت و مواعید آسمانی نازل نمیشه، هر کی هستی، هر چی هستی، آروم تو جمعیت برو بیرون. لحظات تو روایت اینه گذشت، باران شروع شد، بعد به دنبالای سبزینه مثلا سبز شدن درخت ها، بعد هیچ کی ولی نرفت، هیچ کی بیرون نرفت، نه. بعد حضرت موسی گفت خدایا هیچ کی نرفت بیرون، گفت یا موسی من به خاطر اون یه نفر دعا رو مستجاب کرد. اه چرا خدا؟ گفت چنان با دل شکستگی منو خون که خدای من امید به بخشش و مغفرت تو دارم، آب روی منو نریزه خدایی که تو ستار و بیو موسی، من به خاطر او حالا عطا کردم. میبینین چه جوریه جناب استاد؟ یعنی آدم حسن ظن به خدا داشته باشه، بعد خدا را با امید بخونه که من در خانه‌ات و بابت را میزنم رجاءً به رحمتک، تو دعا همین بود دیگه، به امید
رحمت تو و مرجو من به استجابک و امید دارم که استجابت میکنی تو. من که ظنم به تو اینه، ما ها که از ظن و بک میبینی تو دارم. ظن یعنی اعتقاد، یعنی بیلیو. شما دیگه استاد زبان هستید، یه ایدیا داریم، یه اپینیون داریم، یه بیلیو داریم. بیلیوه اون چیزی که قلبیه، اعتقاد داشتن میکنه. آره، یعنی تو قلبی من بیلیوم اینه، یعنی ایمانم اینه. ایمان دارم. آره، اینه که خلاص خدایا تو میبخشی. پس بنابراین بیام تو بحث دوباره، استجابت میشه، ما خبر نداریم که شده، ولی به شکل دیگه شده. استجابت میشود همون لحظه میشه. اونی که ما خیام که استجابت یعنی همون لحظه، آها همون لحظه، یا تو این دو سه روزه که ما دعا رو خوندیم یا تو این چند وقته خوندیم، اگر شد اونی که تازه ما میخوایم. درجه بالاتر اینه که فرمودن تو دعا بکن، تدبیرم بکن، ولی تفویض کن به خدا. معنی فارسیش هم بگیدید، افر وزا امری الالله. معنی فارسیش هم میشه بگیدید، تدبیر بکن، تفویض یعنی چی؟ انا عرض میکنم، یعنی شما مثال عرض میکنم، اول شما مثلا میخواید بیاید برای شبکه اینجا، نقشه میکشی، تقدیر میکنید از چه راهی بیاید که زودتر برسی، ها؟ تدبیر میکنید. یا برای حل یه مشکلی تدبیر میکنی، مشکل چجوری حل کنی، پیش کی برم، چی کار بکنم، فلان برنامه رو مرتب بکنم. خدا این تدبیر من بود بر اساس وظیفمه. درست. العبد یدبر اما بر رب یقدر. یقدر. امام صادق علیه السلام فرمود تو تدبیر کردی، یا پس از تدبیر خدا رو بخوان و تفویض کن. لذا صبح از خونه میای بیرون یا کلا بعد از اذکار خواندن خدا بعد از نماز صبح اینه: افوض امری الی الله، ان الله بصیر بالعباد. خدای من تمام امورمو. این همون نیست که میگه از تو حرکت از خدا برکت. نه نه نه، این از چرا به عبارتونه، چرا به عبارتی در واقع من حرکتم رو با عقل خودم میفهمم شروع میکنم به اون کاری که، ولی از اون ور در این حال برکتشو و سرانجام نیکوشو از تو میخواست. آره، یعنی در واقع فکر نکنین فاعل فعل از ای تا زدش منم. من وظیفه‌ام خواندن است، من وظیفه‌ام تدبیر است، اما به دنباله تدبیر باید تفویض کنم و به خدا بسپرم. حالا خدای من همچه حاجت دنیایی دارم، حالا این بحثم جالبه، حالا همچه باز شد عرض میکنم. تو حاجت‌های دنیایی پیامبر فرمودن تو مسائل دنیا همیشه به پایین دست خودتون نگاه کنید و خدا رو شاکر باشید بر اون چیزی که هستید و دارید. بعد از خدا بخواید متناسب با کفایتتون و شأنتون تو دنیا، به شرطی که دنیا شما رو فریب نده، نبره بهتون عطا کنه. اگه میبینید دنیا دنبال این هستین که تو مسائل دنیایی به مراتبای بالای دارندگی دنیایی برسی، او خدا اصلاح نیست نده. و اصرارم تو این نکن که خدا یالا به من باید خونه اونچنانی، ماشین اونچنانی، امکانات اونچنانی. و به پایین دست خودت نگاه کن، شاکر باش، حامد باش، تا خدا صلاحت باشد، شکر نعمت، نعمتت افزون کند. اما تو مسائل معنوی نه، حضرت فرمود بالا دست خودت نگاه کن و اصرار کن، لجه و لجه کن و از خدا بخواه خدای من درجه ایمانی میخواد بره بالا. چرا من سلمان امام زمانم نشم؟ چرا من مقداد امام زمانم نشم؟ چرا هشام ابن حکم امام زمانم نشم؟ خدا من دوست دارم مثل اونها بشم. خدا من درجه ایم، برای همینم پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودن تو دعاتون از خدا بالاترین درجه بهشت که فردوس اعلا با ما اهل بیته بخواید. دیگه بهتر از این، این چجوری باید تو برای بحثای آخرتی، بحثای معنوی باید زیادم بخواید. اصرارم بکنید در خونه خدا قانعش. آره، من اینجا یه ویندوز باز میکنم که مرحوم آقای حائری، عبدالکریم حائری، مؤسس حوزه میقون رحمت الله علیه، ایشون دنبال یه مقامات معنوی خاص بود، خیلی توسل و دعا میکرد، چون مقام خاص تو مسائل معرفتی و تقرب الی الله و اهل بیت بهش داده بشه. تا اینکه یک شبی همسر ایشون مریض احوال بود، طوری بود که همسر ایشون نمیتونست خودش رو کنترل ادرار داشته باشه و ایشون میبرد ایشون رو برای مثلا اجابت حتی رو برای اجابت اونها.
بعد نقل میکرد که ایشون همسرمو که بلند کردم که ببرم برای دستشویی، همسرم کنترل ادرارش رو از دست داد و روی لباس من و خود منو ادرار کرد. بعد برگشت گفت ببخشید نجست کردم. گفتم چه نجستی؟ هیچ، ناراحت نه، مسئله نیستش که، چون ناراحتی تطهیر میکنی. میگو وقتی تموم شد گفت خدا بهت اون چه میخوای بدی. گفت به دعای همسرم که اون طرف خدا به اون مقام دادش، مقامی که سایان سال به دنبالش به دعای همسرش. آره، یعنی عجیبه ها. یعنی گفتن شما هر کار خیلی از دستت برمیاد انجام بدهد، ممکن خدا به یک کار کوچکی یه دعای تو رو مستجاب میکنه، باور نمیکنی. تو فکر میکنی مثلا باید بری اون ذکرهای اون چنا اون ذکرهای تو کار تو انجام بده، حالا چه کوچیک چه بزرگ. ولی کوچیکه رو نگو که اینه که بابا خدا نمیخره که، یعنی این کار کوچیکه بکنم خدا اون حاجت بزرگر میده. یعنی با عقل خودمون نشیم قیاس بکنیم، آن بشینیم خدا رو بشینیم آها تو قیاس خودمون خدا رو بگیم آن خود مثل خودمون نگاه کنیم خدا رو. خود دقت میفهمیم. اما دست بحث این که میگی به هم دیگه میگیم التماس، همون یامن یه هتل کسی رو بلغنی دیگه بله، این که میگیم التماس دعا به هم دیگه میگیم التماس دعا. خیلی عالیه، خوبه و عالیه. واقعا در حقم دعا کنیم، واقعا در حقم زیارت کنیم. یعنی مثلا الان بینندگان عزیز میگن آیه مثلا بزرگانی یا آیه بهنام مجری از برنامه سوژه یا آیه مهندس حاج زمانی و بقیه دوستان عزیزی که در حقیقت در شبکه محسن داری کار کنید، آقا به نیابت ما به زیارت آقای ما حسین، به نیابت ما دعا بکنید، به نیابت ما از آقا مثلا گشایش کارهامون رو بخواید، این به اجابت میرسه؟ به استجابت اصلا نزدیکتر هسته؟ بله به استجابت نزدیکتره. وقتی دیگری در حق ما دعا میکنه دعا زودتر مستجاب میشه تا خودم در حق خودم دعا میکنه. این تو روایات و توصیه هم شده برای استجابت، شما بگین دیگران دعا کنن. برای همین اون دفعه به شما گفتم یه حاجتی دارید به فرزندانتون که یا فرزندانمون که یک بالغ نشدن، هنوز بالغ نشدن معصومه، دو به فرزندانمون که بالغ شدن ولی عیال ما هستن از سوی خدا، امانت خدا، بگید که من دعا میکنم شما آمین بگید. سوم به همسرت، به پدر مادرت، به برادر و خواهرت. مثلا برای خواهر یه چیز هدیه بگی، برای برادر چیز بگو، واسه چیز یه دعا کن، یه آمین بگو. راستی عرض به حضور شما بگاه یه خواهد به بچه های کوچیک، آدم مثلا در 3-4 ساله 5 ساله بگه که مثلا من یه چیز میگم تو بگو خدای بهش بده، به عمو بده. اینا همین کار همین که دارم عرض میکنم و ما غافلیم از همین باب های استجابت. دقت میفرمید که خدا چه الطافی از این باب ها برای ما باز میکنه و استجابت های ایجاد میشه. ما مثلا همون زیرکی کنیم هیچ وقت دارید به استجابت رو، یعنی که یه مقصور آدار پیدا بکنیم. واقعا آره همینه کم دارم از گفتن دیگه، همین هست این هست که دارم عرض میکنم دیگه، دارم عرض میکنم. ما صدر همه اینها در استجابت دعاگاهی واقعا اینه که من وقتی دعا برای امام زمانم میکنم حضرت در حق من دعا میکنم. خوب دقت کنید، وقتی زیارت آل یاسین میخونم که السلام علیک حین تحمد و تستغفر، پس به او خطاب کنم یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا و کننا من الخاطئین، ای پدر یعقوب وار ما را دعا کن که خطا کرده ایم و دعای تو مستجاب میشود. یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الزور و جئنا به بضاعت مزجا فاوف لنا الکیل و تصدق علینا ان الله یجزی المتصدقین. این نکته که عرض به حضور شما که عرض کردم یک کلید عجیبی است که من به حضرت بخواهم، از حضرت بخواهم شما برای حاجات من دعا کنید. من برای دوستان اهل بیت و حضرت خدمت کنم، بعد به خود حضرت بگم شما به آقایتون مشکل منو دعا کنید حل شه. دقت میفرمایید و تو این زمینه عجیب این کاری که دارم عرض میکنم، کلید عجیبیه که دارم میگم. اینه که شما عرض میکنید، حالا من توی پرانتز احساسی که من حس میکنم اینه که آدم مثلا توی یه عالم دیگه سیر میکنه، توی یه عالم دیگه زندگی میکنه، واقعا همین اتفاق میفته. اصلا یه زندگی دیگریه. کسی که ارتباطش برقرار میشه، سیمش وصل میشه، واقعا دیگه تو این دو تا چهار تا دنیا زندگی نمیکنه. اصلا توی حسابا دیگه نیست. دیگه نیست. چون حسابا دیگه حسابای خود دو تا چهار تا نیست.
خدا دو تاش یه میلیارده، ده ها میلیارده. امام عصر هم همینطور، امام حسین هم همینطور، حضرت ابوالفضل سلام الله علیه هم همینطوره. عطاهاشون عطای خدایی، این بزرگوارا عطای گدایی نیست. تو حسابای من شما هستیم که آها مثلا یه دونه سلام کردی به اندازه مثلا همون یه دونه سلام مثلا یه ریال مثلا به تو مثلا اضافه بکنه، نه اضافه می‌بینی سلام به کسی که دلشو به دست آوردی رفیق خونه مثلا به تو. بله، حالا من یه خاطرم بگم که برای ادخال سرور کنم. 5 6 دقیقه داریم تا پایان برنامه. حالا این ادخال سرور کنم، خاطره رو بگم که ادخال سرور بشه. با دوستانم میگم، میگم ما معمولا حاجت شکم رو خدا زود میده. بله، اصطلاح میگم. همه میگن اینو. مثلا کسایی که میرن حرم آقای امام رضا یا اینجا حرم آقای امام حسین میرن، وقتی که اون دهن قضای حضرتی رو میخوان، سبحان الله چجور میشه، یا میارن قشنگ میذارن کف دستشون، یا کسی داره میره رفته گرفته نمیخواد میده به اینا، اینجوری اصلا سیستمش. این اتفاق الان من اینو بگم، توی اربعین خیلی اتفاق میفته. تو اربعین ان شاء الله شما مشرف شدید که اول زیارت اربعین یا نه؟ ان شاء الله چندین بار خوش به سعادت حتما دیدید. بس بینندگان عزیزی که مشرف نشدن، وقتی میاد توی مسیری که داره میگه مثلا ما میگی خب بگی مثلا آقا حواس میکنیم مثلا مرغ بریون، مثلا ماهی مثلا بریونی، یا ماهی مثلا کبابی، هر چیزی قشنگ اینه. یه چیزی که خیلی عجیب غریب هم باشه، ببینید مثلا دو تا موکب جلوتر دارن اونو توضیح میکنن و صاف هم به شما میرسه، یه قسمت یه لقمه از اون میرسه. بر سر هر لقمه این نکته عیان است، این لقمه از آن فلان ابن فلان ابن فلان است. ما یه ظهری چندین سال پیش خیلی گرسنمون بود، بسیار به شدت. بعد عرض به حضورشون نگاه کردم، یک کیف پولم رو نیبردم، پولم هم رام نیست. و از اون طرف شدت گرسنگی شدید، گفتم که تو خیابون ولی کنم خدای تو رازقی یا صاحب زمان، شما هم از قبل شماست که رزق می آید، چه مادی چه معنوی. همینجوری گفتم ده. گفتم من رو میبینی، صدای منم میشه، منم گرسنمه، نمیدونم امروز میخوام وی آی پی منو خلاصه پذیرایی کنی بدون پول، بدون پول منو پذیرایی کن خدا. آره رزق دست خداست. آره. اول همینطور افتادیم اومدیم گفتیم خدایا این افسار ما به دست تو، میرویم آنجا که میل توست. یه اومدم دیدم که محل کار یکی دوستی هست که اسمشو زده، ما مدت‌ها اینو ندیده بودیم. ما گفتیم ببینیم انشاءالله. همین که رفتیم تو سلام علیک کردیم با هم دیگه، کجایی و چطوری و اینها، گفت فلانی من واقعیش کار دارم ولی چقدر خوشحالم تو رو دیدم، ولی از اون برم خدا رو شاکرم و اهل بیت. گفتم چرا؟ گفت واقعیش من دو تا کشک بادمجون خیلی خوب آوردم گرفتم و مونده بودم و گفتم خدا یکیش باید بدم یکی از دوستان امیرالمومنین اهل بیت. تو اومد این کشک بادمجون، ولی من نون ندارم، این کشک بادمجون از من قبول کن. گفتم باشه چشم. کشک بادمجون رو گرفتم، خوشمزه هم بود خیلی. کشک بادمجون رو گرفتم اومدم، خدایا کشک بادمجونش رو دادی، ولی خدایا اسمش خدایا ما کشک بادمجون خوبه ولی تو پدرش هم میتونی عطا کنی. یا صاحب از اون قرمونه داره الحمدلله. ولی خب با کشک بادمجون شروع میکنم، ولی میریم جلو. اومدم نونوایی سنگکی دیدم که نونوایی سنگکی یه دونه نون زده چی برشته بده هر دون به میخ. بعد بوی آبگوشت چنان توی این سنگکی پیچیده که اینا از صبح معلوم بود این آبوشتر از صبح گذاشتن کنار تنور، آره قشنگ حسابی افتاده. بعد دنبه هم انداخته بودن و حسابی گوشت و کویده و اینا با سبزی و نون حساب بودم. آشاتر اومدم بهش بگم آشاتر مثلا من این پول یه نون از شما میگیرم، پولشو برای شما انشاءالله در اسرع وقت تا امشب فردا میارم بهتون میدم. عرض بزرگ شما گفتم آشاتر چه آبگوشتی گذاشتید، نوش جانتون خیلی سفارشی خلاصه با هم حال میکنی. گفت نهار خوردی؟ گفتم نه. یه شاگردی صدا کرد گفت قسمت ایشونه یا علی، یه دونه تیکه نون سنگت که روش گوش کوبیده بود با دارچی. گفت آقا ما گفتیم هر کسی اومد و غذا نخورده بود به خدا گفتیم این رزق او. آقا نون سنگک رو دادن به ما، روشم دارچین. گفت راستی نرو، اون نون سنگک هم که اونجا ایستاده اونم مال شما، پول نمیخواد بدی، ما اینو نیت کردیم قبل از اینکه شما بردار. ما نون سنگک رو برداشتیم،
گوش کوبیده ها رو برداشتیم. کشک بازجو داریم. بعد اومدیم بیرون یکی از دوستان ما رو دید. بعد آقای زانی چطوری خوبی؟ الحمدلله چه ها گوجه. گفت آقا من دو تا قرمه سبزی گرفتم. واقعیتش. و عرض حضور شما که قصد کردم که یکیشو به هر کی از دوستان ببینم بدم. این قرمه سبزی رو از من قبول کن. من دیگه دست کنم خدایا بس خجالت چون دیدم ادامه پیدا کنه میره تا اشتباه کردم بعد میرفتم تا جوجه کباب و شیشتیک میرسید ولی من این حال ولی عجب رزق بود یعنی آدم بعض ما میگم این دعاها رو آدم وجدان میکنه از جایی که فکر نمی کنی میگه ای تصادف اصلا تصادف نداری ای شانس شانس نداری آقا من شروع کردیم صحبت کردن راجع به این قضیه خیلی به قول معروف حالا دیدم جالب بود بلکه واقعا وقت هم نداریم اللهم ارزقنا ارزقنا رزقا حلالا طیبا طاهرا ان شاء الله من حلال رزقه خیلی ممنون مهندس بینندگان عزیز متشکرم از اینکه با ما همراه بودید التماس دارم پایانش رو دعا برای حضرت یه دعای کوچیک برای امام سری خیلی. اللهم یا رب الحسین به حق الحسین اشف صدر الحسین به ظهور الحجه یا علی تو ای حسین جان از دل کشد زبونه مرغ دلم به سویت پر میزنه شبونه پر میزنه شبونه مولای من حسین جان آقای من حسین جان مولای من حسین